تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. عرض ارادت خدمت تک تک شما خوبان، رضا ابراهیمی هستم با یک کلیپ آموزشی در خدمت یکایک نیکان. دوستان عزیز، مطلبی رو میخوام خدمتون ارائه بدم، امیدوارم تا انتها همراه من باشید. ببینید، ما انسان‌ها همیشه در برهه‌ای از زمان با ناشناخته‌هایی مواجه بودیم که با کمک و یاری اسطوره‌ها سعی کردیم اون حقایق رو درک کنیم. همین اسطوره‌ها، دوستان گرامی، انگیزه‌ای هست برای پیدایش سمبول‌ها، انگیزه ای هست برای پیدایش نمادها، و همین نمادها هم به نوعی دوستان گرامی تجلی ایدئال ها بودند. لذا سمبول و اسطوره در کنار هم معنا و مفهوم پیدا می کنند که در ریشه در تاریخ ما داره، ریشه در اعتقادات ما داره، ریشه در مذهب، سنت و آیین ما داره. خدمتتون عرض بشه که در رابطه با سمبول ها و نماد ها، ببینید، ما همیشه این سمبول ها و نماد ها رو به نوعی ربط میدیم به بارگذاری، ربط میدیم به دفینه، ربط میدیم به گنج، ربط میدیم به نزورات، ربط میدیم به هدایا و پیشکش ها، در حالی که همیشه به این صورت نیست. چرا؟ چون بحث آیین هست، بحث اعتقادات هست، بحث هنر هست، بحث تزیین هست، بحث قدرت حاکم هست. پس همه نمادها، دوستان عزیز، ارتباطی به دفینه و بار ندارن. بنده بارها تاکید کردم که اگر شما در کانال یوتیوب کالج باستانی حضور دارید، میخوام شما رو با واقعیت ها آشنا بکنم، میخوام شما رو با اصول و قواعد واقعی باستان آشناتون بکنم. چرا؟ چون همین نمادها، همین سمبولها که به نوعی این اسطوره ها رو اومدن به صورت یک نمادی در یک منطقه تراشیدن، ما اونها رو میایم چه کار میکنیم؟ میایم میشکنیمشون. همین دقیقا دیروز بود، من رفتم در مکان دربند، سوال کردم از یک آقایی که مغازه داشت، سوال کردم، گفتم اینجا چی دارین؟ گفتش آره، ما اژدها داریم اینجا، مرغابی داریم اینجا و سنگ رستم رو داریم. گفتم سنگ رستمتون کجاست؟ گفت اینجاست. گفتم اینجا سنگی نیست. گفت سنگ رو، دقیقا واژه‌ای که به کار برد رو عرض میکنم خدمتتون، ایشون فرمودن که سنگ رو ترکوندند. من نمیدونم چرا ما بایستی یک هنری که مربوط به نیاکان ما و پیشینیان ما هست رو نگه نداریم برای آیندگان و بیایم اون رو بشکونیمش، به قولی بترکونیمش. چه ربطی داره؟ چرا بایستی ما بیایم یک نمادی که 3000 سال پیش نشستن با صبر و حوصله افراد بسیار بسیار چیر دست، خبره و با مهارت اومدن این رو تراشیدن، ما بیایم با تبر بیفتیم به جونش؟ همه اینها از رو ناآگاهیه. اگر ما آگاه باشیم، اگر اصول رو بدونیم، اگر قواعد رو بدونیم، باور بفرمایید دوست عزیز من، اگر همه اینها، اصول، قواعد، اسرار و رموز باستان رو بدونید،
کلنگی بر زمین نخواهید زد. چرا؟ چون مردد هستید. چرا؟ چون دو دل هستید. شما یک مکانی رو فرض بفرمایید هخامنشی 12 کیلومتر، ساسانی 8 کیلومتر، جا به جا گفتم، اشکانی 22 کیلومتر یک فضا رو میان انتخاب میکنن. در این فضای 22 کیلومتر ما بایستی زنجیره رو بدونیم. اینجا دیگه نماد به کارمون نمیاد. اگر نمادی باشه، اون نماد دوست عزیز من مربوط به قلعه است. یعنی در 3 کیلومتری اینجا قلعه داری. اگر نماد داری یعنی هنر مردمان اون منطقه رو میرسونه. اگر نماد داری قدرت حاکم رو میرسونه. اگر نماد داری اون نماد مربوط به بار و دفینه نیست. این رو ما بایستی در گوشمون فرو ببریم، اما در گوشمون فرو نمیبریم. این میشه در، این هم میشه دروازه. و همچنان ما نمادگرا هستیم، همچنان به دنبال جوغن هستیم، همچنان به دنبال تفسیر عکس هستیم. وقتی عزیزی رو میبینم گوشیش رو در میاره و شروع میکنه به نشون دادن عکس که این اینجوری فلانه، میگم اسم اسامی رو بگو، میگه من اسامی رو نمیدونم. به یک عده میگم اسامی رو بگو از بلندی تا پستی، میگه اگه بگم مکانم لو میره. ببینید ما با واقعیت ها برخوردمون اینه. اما اگر یک بی سواد، یک نادانی که وارد فضای مجازی شده و سطح سوادش در حد سیگل هم نیست، ببینید من توهین به هیچ فردی نمی کنم، حتی دشمنم، اما در رابطه با باستان بایستی اون سواد لازم رو داشت، بایستی اون تحصیلات لازم رو داشت. وقتی کسی موارد رو میگه موارد، وقتی کسی متوفا رو میگه متوفی، خب این شخص چطور میتونه یک باستان شناس باشه؟ چطور شما به خودتون اجازه میدید بی این شخص بی سواد بگید آقای دکتر، یا بگید استاد؟ دکتر بار مالی داره، بار علمی داره، استاد بار علمی داره. هر فردی استاد نیست. من شاگرد بودم، هستم و خواهم بود. پس دوست عزیز من، نمادگرا نباش. اگر نمادگرا باشی به هیچ عنوان موفقیتی نخواهی داشت. مورد دیگه‌ای که من اینجا یادداشت کردم بگم خدمتتون، در رابطه با سمبول ها در دوره ساسانیان هست که ساسانیان به طور کامل پی برده بودند که همین سمبول ها و نماد ها تأثیر بسیار زیادی بر مردم داره و هیچ چیزی نمیتونه جایگزین این سمبول ها و نماد ها باشه. لذا می اومدن این سمبول ها و نماد ها رو در نزدیک قلعه ها می گذاشتن و به نوعی برای اون نماد می اومدن یک روایتی رو درست می کردن، یک اوسنه ای رو می ساختن، یک روایتی رو می اومدن بین مردم رواج می دادن و سینه به سینه، بطن به بطن، پشت به پشت به ما رسیده و ما بایستی اون روایات رو این شعری که در زمان دبیرستان ما می اومدیم دبیر ادبیات میگفت این شعر رو چه کار بکنید، معنیش بکنید، ما همون روایت رو بایستی بیای معنی بکنیم و یقینا در خود همون روایت میتونه موارد بسیار بسیار مهم و ارزشمندی مستتر باشه در دل اون روایت که ما بتونیم از اون استفاده بکنیم.
میتونه اون روایت آیینی و اعتقادی باشه که ربطی به بارگذاری نداره، میتونه همون روایتی که برای همون سمبول یا نماد یا اسطوره بین مردم رواج داشته میتونه به بارگذاری ارتباط داشته باشه. پس دوست عزیز من، اسطوره ها، نماد ها، سمبول ها، هیچ کدوم اینها ربطی به بار و دفینه ندارن. از خیر اینها بگذرید. اگر نماد رو دیدید فکر نکنید این نماد همین الان این چشمش به این طرفه، دمش به اون طرفه، دستش به این طرفه و ربطی به بار و دفینه داشته باشه. اصلا اینطور نیست. چرا؟ چون در باستان نیاکان ما بسیار بسیار باهوشتر از الان ما بودند. نمی اومدن یک نماد رو بگذارن به این حالت که من نوعی بیام به این طرف برم، 10 قدم برم و شروع کنم به کار کردن و اون هدایای ارزشمند یا اون دفینه ارزشمند رو در بیارم. تمام مواردی که ما در فضای مجازی میبینیم همشون حاصل پردازش ذهن بیمار یک سری افرادی هستن که استاد خودخوانده هستن، دکتر خودخوانده هستن. ما بایستی از اینها فاصله بگیریم و اصول رو بدونیم، قواعد رو بدونیم. برای دونستن اصول و قواعد بایستی تاتی تاتی جلو بریم، مثل کلاس اول، دوم، پنجم ابتدایی، نمیدونم اول راهنمایی، دوم، سوم، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا. نم نم این مراحل بایستی طی بشه. طوری نیست که یک عکس رو شما ببینید به یک فردی که در فضای مجازی هست و خدمتون چی بگم، در فضای مجازی هست نمیتونه صحبت بکنه، خطشو ببینید وقتی میخواد روی وایت برد بمیسه، دستشو اینجوری میذاره میمیسه، طوری که این ماژیکی که روی وایت برد هست به قدری فشار میده که از جوهرش از اون طرف وایت برد درد میاد، یا اون دهانه نوک ماژیک میزنه عقب. چرا؟ چون سواد خوندن و نوشتن نداره. بعد شما به این اشخاص میگید استاد. این اشخاص ذهن بیماری دارن و میخوان به نوعی خودشون رو مطرح بکنن. یک حالت دوم هم این هست که اینها ندارن و میخوان یک نوندونی بشه براشون. نوندونی هم وجود من و شما هستیم. وقتی بیاد تو یوتیوب 1000 فالوور، 4000 ساعت واچ تایم، این آقا ماهانه از یوتیوب حقوق میگیره و دیدن کلیپ های اون فرد توسط شما باعث میشه که این آقا ماهانه درآمد هنگفتی رو به جیب بزنه و شما هم هیچ اطلاعی ندارید، اطلاعات غلط میده. بارها شده من یک مطلبی رو گفتم انتهای کار یک مطلبی رو اشتباه گفتم، به عمد هم اشتباه گفتم. همون اشتباهی که من به صورت عمدی بیان کردم، همون آقا همون اشتباه رو دیکته کرده، یعنی نشسته کلیپ رو دیده، نوشته، با همون اشتباهی که من گفتم همون رو داره عیناً بیان میکنه. این یعنی چی؟ این یعنی اینکه به دنبال این نیست که شما اصول رو بدونید، قواعد رو بدونید. اون داره زندگی روزمره خودش رو با نگاه کردن شما به کلیپ هاش داره زندگیش رو به نوعی بهبود میبخشه، به نوعی درآمدش رو با نگاه کردن شما به کلیپ هاش داره افزایش میده. این شما هستید که بایستی تشخیص بدید این شخصی که دارید مطالبش رو گوش میدید با سواد هست یا بی سواد، این آقا میدونه یا نمیدونه. تشخیص با خود شما. در هر حال دوستان، به دنبال نماد نباشید، به دنبال زنجیره باشید.
چرا؟ چون نمادها شما رو از موفقیت دور میکنن و یک التماس از تک تک شما، التماس میکنم خازانه، اگر نمادی رو دیدید اون نماد رو نشکنید، اون نماد رو خراب نکنید، التماس میکنم دست به نماد نزنید. یه اولاغ سنگی بود، من یه جایی دیدم، سال بعدش رفتم اون اولاغ نبود، سوال کردم گفتم این اولاغ رفته چرا نیست، حتما اینجا چراگاهی بوده رفته چرا، به مزاح گفتن این رو شکوندن. میگم چرا؟ میگه آقای فلانی شکون که این اولاغ رو این شخص دیده افراد دیگه نبینن، اگر از اینجا چوپونی رد میشه، رهگذری رد میشه، کوهنوردی رد میشه، طبیعت گردی رد میشه، این اولاغ رو نبینه و اینجا توقف نکنن بابت اولاغ. اگر بارگذاری هست اون بارگذاری رو من در بیارم نه اونها، پس من این رو میشکنم تا کسی این اولاغ رو نبینه، تا کسی این نماد رو نبینه. بدترین کار ممکن، کثیف‌ترین کار ممکن همینه که یک شخصی بیاد نماد رو بشکنه، یک گناه نابخشودنی، یک کار بسیار بسیار ساده لوحانه، یک فرد حسود و بی شخصیت میاد نماد رو میشکنه. پس دوست عزیز من، نماد رو دیدی بشین کنار اون نماد، عکس یادگاری بگیر، از دیدن اون لذت ببر، حظشو ببر، اما نماد رو نشکن. دوستانی گرامی حمایتم بفرمایید با لایکتون، با سابسکرایب و ارسال کامنت لاتین، کلیپ ها رو شیر بفرمایید و کانال رو به سایر دوستانتون معرفی بفرمایید تا اعضا بیشتر بشن و تا بتونن از این کانال و کلیپ ها استفاده بکنن. چرا؟ چون حدود 2000 تا کلیپ تقدیم شما کردم و کانال یوتیوب کالج باستانی به نوعی دایره المعارفی هست برای شما علاقه‌مندان. دیروز یکی از دوستان، من خیلی لذت بردم، یکی از دوستان 3 سررسید رو کامل، دوستان عزیز مطالبی که گفتم رو تماما نوشته بود و 3 سررسید، یعنی ما هر سررسیدی رو 200 برگ در نظر بگیریم 600 برگ این عزیزمون، من اسمش رو نگفت والا، حتما اینجا تشکر ویژه میکردم از این عزیزمون که 3 سررسید نشستن مطالب رو یادداشت کردن. دوستان بسیاری مثل آقا اسماعیل که خیلی لطف میکنن و کامنت هم میذارن، کامنت های لاتین میگذارن، ایشون هم دقیقا همین کار رو کردن. اما دیروز یک عزیزی گفتن که من میخوام یه کلیپ بفرستم، ربات رو خاموش بکنید، و سوال کردم این کلیپ چقدر مهم هست که این آقا میگه ربات رو خاموش بکنید. چرا؟ چون ما تنها کانالی هستیم در فضای مجازی که به عکس و کلیپ هیچ اهمیتی نمیدیم و هر عزیزی کلیپ بفرسته، عکس بفرسته، بهش فرصت میدیم. یک بنری هست برای این عزیزمون میفرستیم که ارسال عکس و کلیپ به شدت ممنوعه، سریعا پاک بکنید، زنجیره اسامی رو از بلندگاه تا پسگاه بفرستید، اگر عکس و کلیپتون رو دلیت و پاک نفرمایید ربات شما رو مسدود میکنه، بلاک میکنه. این عزیزمون گفتن لطفاً برای چند لحظه هم شده ربات رو خاموش بکنید، یک مورد بسیار خاصی رو میخوام برای شاگردمون بفرستم و ایشون فرستادن، من واقعاً لذت بردم، دستشون درد نکنه. و مهم این هست که این مطالب رو هم شنیده هم نوشته، به راحتی در ذهنش موندگار شده، هک شده، و اگر در کلیپی رو دیده باشه و در مکانی تشریف ببره مطمئنن چون نوشته و
شنیده به راحتی میتونه مطالب کلیپ رو به یاد بیاره و اون اصول و قواعد رو در مکان پیاده بکنه. اما موضوع دیگه، برخی از دوستان در رابطه با کتاب محیط نگاری سوال میکنن. متاسفانه در صحافی کتاب جمع شد، اما اومدم دوستان عزیز پکیج رو به صورت وایس به تعداد 185 تا وایس، 185 تا وایس محیط نگاری بسیار عالی، بسیار خاص، فوق‌العاده. این رو برای دوستانی که مایل باشن علم محیط نگاری رو از ابتدا تا انتها یاد بگیرند به صورت بسیار ساده، به صورت وایس هست، ثبت نام در واتساپ هست و ارسال از طریق تلگرام هست. چرا؟ چون حجم بالاست، از واتساپ نمیشه ارسال بکنیم و شماره میدیم، تشریف میارین تلگرام و از تلگرام براتون این وایس رو ارسال میکنیم با قیمت بسیار بسیار اندک. چرا؟ چون هر وایس این پکیج میلیارد ها ارزش داره. وقتی شما یک قاعده رو که در 15 دقیقه، در 7 دقیقه، در 20 دقیقه، در یک وایس اون رو تقدیم شما میکنیم، با همون وایس شما به راحتی میتونید موفق بشید، به راحتی آب خوردن میتونید با شنیدن وایس موفق بشید. میلیارد ها میارزه، اما با قیمت بسیار بسیار ناچیز تقدیمتون میکنیم، حتی به صورت اقساط. دوستانی که مایلن این پکیج رو داشته باشن میتونن به شماره واتساپ فقط پیام ارسال بفرمایید. دوستان گرامی، به هیچ عنوان تماس تلفنی رو جواب نمیدیم. چرا؟ چون هر تماسی که شما میگیرید باعث میشه که ادمین های عزیز بارگذاری در یوتیوب، ببینید الان یه تماس، بارگذاری در یوتیوب کنسل بشه، ارسال همین پکیج ها در واتساپ کنسل میشه و 1001 گرفتاری برای ما ایجاد میشه. پس در واتساپ صرفا پیام ارسال بفرمایید. واتساپ اگر ندارید میتونید پیامک بدید. شماره واتساپ دوستان عزیز 0938-238-0811. شماره دوم 0915-716-2-0-34. 0915-716-0-34. دوستان گرامی حمایت هم بفرمایید. مهرتون جاوید و روزگارتون وصل. امید، بدرود.